بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. بیننده های نهایت گرانقدر، برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است. بعد از سپری نمودن یک هفته، من حبیب الله مرادی باز هم خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و کوشش میکنم که امروز هم یکی از برنامه های خوبی دیگر برنامه فرهنگ و تمدن اسلام خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم. امیدوار هستم که تا اخیر برنامه را ما را دنبال بکنیم و از داشته های برنامه حظ و نصیب خود برداشت بکنید. مهمان این هفته ما باز هم استاد خلیل الرحمن سعید است، آگاه مسائل اسلامی. جناب استاد به برنامه خوش آمدید. تشکر. سلامت. امروز ما طبق معمول یکی از موضوعات انتخاب کردیم که موضوعات بسیار خوب و موضوعات بسیار ضروریه که ما باید درباره از این موضوع آگاهی داشته باشیم و معلومات داشته باشیم، چون اگر آگاهی در مورد دین و مسائل شرعی خود نداشته باشیم، بعضی اوقات انسان میتونه که در مسائل شرعی به گمراهه سوق داده شود. بنان امروز در ارتباط به حقیقت تصوف ما صحبت خواهیم کرد که حقیقت تصوف چی است. در ابتدا اگر جناب استاد در مورد چیستی تصوف صحبت بکنید و اگر معلومات بدهید که مؤسس و اولین کسایی که در این علم و در این صنف قد اعلام کردن و خواستن که در زمینه عرفان و تصوف معلومات آگاهی بتبر مردم، کیها بودن و چه رقم چه باعث شد که اینا بیاین به عرصه وجود؟ جزاکم الله خیر. تشکر از شما جناب استاد مرادی و از بینندگان عزیز و دوستانی که با ما هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و على آله و صحبه اجمعین. موضوع بسیار مهم و اساسی است، موضوعی که متاسفانه دچار افراط و تفرید زیاد شده است و بحث‌های متعددی در طول تاریخ اسلام حول این موضوع در گرفته است و میان علما دار و مدار زیادی صورت گرفته است و بگومگوهای زیادی هم رفته است. در ابتدا میخوایم صحبت را با حدیثی بسیار معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم که در حقیقت چیستی تصوف یا مؤسس تصوف را بیان میکند و راه حقیقی را در برابر ما ترسیم میکند. حضرت عمر رضی الله عنه نقل میکند که در اواخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه یک مردی به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد که اوصاف عجیب داشت. این حدیث را ابو هریره هم نقل میکند و بخاری از ابو هریره نقل کرده است، مسلم از عمر بن خطاب نقل کرده است، معطا و بیهقی و کتاب های دیگری حدیث از انس بن مالک و عبدالله بن عباس و عبدالله بن جریر و تعدادی از اصحاب نقل کرده اند که یک مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد که شدید و بیاد ثیاب، شدید و سواد شعر، مردی که کالایش بسیار سفید بود و مویش بسیار سیاه بود، نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد. لا یرا علیه اثر السفری ولا یعرفه منا احد. ای آدم در حال وارد مجلس پیامبر شد که هیچ اثری از سفر در این نبود، مثل گرد و خاک، مثل کسالت، مثل خستگی، و در این حال ما ای را نمیشناختیم. یک مرد عجیبه ای بود. بعد حدیث طولانی است، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و اسند رکبتیه الی رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه، دو زانوی خود را به زانوان پیامبر چسبان و دست خود را بر سر زانوهای خود یا زانوهای پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت و از پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مسئله را پرسید که امی پرسش های بسیار اساسی که پنج پرسش است. بله. و رسول صلی الله علیه و سلم به چهار پرسش جواب میدهد، در حقیقت راه را باز میکند برای شناخت تصوف. بله. و شناخت سایر اصنافی از معارف اسلامی. بله. سوال اول در ارتباط به اسلام بود. بله. یا محمد اخبرنی عن الاسلام. بله. از اسلام برای ما بگو و خبر بده. رسول صلی الله علیه و سلم با عبارات بسیار واضح گفت که الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اسلام امی است که انسان کلمه بخواند، نماز بخواند، روزه بگیرد، زکات بدهد، حج بکند. امی ظواهر اسلام است، مظاهر اسلام است و با عملی کردن یکی از اینها ما حکم میکنیم که شخص مسلمان است. سوال دوم و پرسش دوم در ارتباط به ایمان بود. مل ایمان چیست؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین مرد ناشنا گفت که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان امی است که انسان به خدا ایمان داشته باشد، به ملائکه و به کتابهای آسمانی و به پیامبران و به روز قیامت و به تقدیر باور داشته باشد، که هر کدام از این محل یک بحث مستقل است که متاسفانه در بسیاری موارد دچار سوء تفاهم شده یا سوء برداشت شده. سوال سوم اما سوال محوری و مهم دیگر بود. این مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اخبرنی عن الاحسان، از احسان مرا خبر بده، یا در روایت دیگر اما الاحسان، احسان چیست؟ رسول صلی الله علیه و سلم گفت ان تعبد الله کانک تراه. احسان این است که الله را طور عبادت بکنی گویا اینکه تو را میبینی. فان لم تکن تراه فانه یراک. اگر تو را نمیبینی در حقیقت او تو را میبیند. بعد در ارتباط به قیامت سوال کرد و امارات و نشانه های قیامت، ما میخوایم بگویم که با مثل سوال نخست از مبدو اسلام، از ابتدای ظهور اسلام خصوصا در قرن دوم که قرن تدوین علوم است، جمع‌آوری علوم، نشأت علوم مختلف، سه علم اساسی و مهم به وجود آمد. یکی از علوم اساسی علم فقه است که عبارت از بیان احکام عملی تکلیفی است. علم نماز، علم روزه، علم حج، علم زکات، علم معاملات، علم کفارات، بسیاری موارد مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی. در این علم علما تألیفات کردن، نوشته ها کردن و این علم رجال و مردان را مثل ابو حنیفه و مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل و در درازنای اسلام شاطبی و قرافی و مزنی و بسیاری از علما را تقدیم عالمی به شریعت کرد. سوال دوم در ارتباط به مسئله ای که بود ایمان، این هم یک اساس تشکیل یک علم در جهان اسلام شد و او علم علم عقیده که بعداً دلایل عقلی با اضافه شد و او تبدیل شد به علم کلام. در این علم شه سواران بسیار بزرگی در تاریخ اسلام به وجود آمدن. اولین متکلم یا عالم عقیده مسلمان را بعد از عصر صحابه عمر بن عبدالعزیز گفتن، حسن بصری گفتن، بعد به می ترتیب ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی، شیخ الاسلام زکریای انصاری، بزرگان دیگری در اطراف و اکناف جهان اسلام در این علم کار کردن که در پهلوی علم فقه، علم عقیده و علم کلام آمد. در پهلوی از علم دیگری که از ابتدا مورد بحث بود، علم اخلاقیات، چگونگی تأمین ارتباط با خالق که امو برگرفته از کلمه احسان است، و این علم در ابتدا نامش زهد و سلوک بود، اخلاقیات بود، و بعداً آهسته آهسته نام جدیدی برای خود گرفت که عبارت تصوف را گرفت. در این بزرگان بودن، جعفر صادق رضی الله عنه از بزرگان امت و از تابعین، همچنان زین العابدین ابن علی، همچنان حسن بن علی که از جمله اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعداً که پایین تر میایم سفیان ثوری، ابوبکر کتانی، جنید بغدادی، بایزید بستامی، این بزرگان در همین بخش کار کردند. چگونه تأمین ارتباط با خالق شود. علوم دیگری هم به وجود آمد، علم حدیث به وجود آمد، علم اصول فقه به وجود آمد، علم اصول، هر میدان برای خود مردانی داشتند. بله، یعنی اساسا تصوف اگر عبارت از تزکیه باشد، اگر تصوف عبارت از احسان باشد، در حقیقت در تعالیم دینی ما به قوت وجود داشته است. در قرآن کریم هدف ارسال پیامبران تزکیه میداند و تا جای مهم است استاد مرادی که تزکیه قبل از علم است. الله متعال میگه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. بله، یعنی تزکیه اساس. اگر تصوف را معادل تزکیه بدانیم، میگویم مؤسسش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چگونگی رسیدن انسان به خالق. خیلی چرا نامش را تصوف گذاشتن؟ بحثای زیادی صورت گرفت. گفتن تصوف از صوف گرفته شده است و صوف به معنای یک کالای پشمین است که انسان را برنج می اندازد و بزرگان می پوشیدن، از این خاطر صوفی برایش گفته می شود. گفتن تصوف از صفا گرفته شده است، صفای قلب، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفت که الا ان فی الجسد مضغه، یقینا در وجود شما یک توته گوشت است، اذا صلحت صلح الجسد كله. هرگاهی اصلاح شود کل بدن اصلاح می شود. از این خاطر اینا صفای قلب را در ابتدا بر ابتدا قرار دادن. مولانا رحمت الله علیه در یک جای میگه دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست، یعنی دل پاک و صاف.
برخی هایی که مخالف تصوف بودن و هستن انشالله اشاره خواهد کرده این بزرگان از علم که با تصوف سر آشتی ندارن، گفتن تصوف یک کلمه یونانی است، از صوفیا گرفته شده است، بسین که بعد معرب شده است به معنای حکمت. به هر تقدیر بحثی اساسی است که ما در علم یک قاعده داریم که در اصطلاحات جنجال نیست، معنا مهم است. و معنای تصوف امو زهد است. اجازه بتون یک سه تعبیری از تصوف را بگویم که بزرگان علم چی گفتن. البته انحرافاتی که بعدا رخ داده است او را بگیم انشالله. جنید بغدادی میگوید که تصوف و صوفی، صوفی عبارت از کسی است که از خلق دل میبراید و به الله متعال دل میبندد. و ابوبکر کتانی گفته است تصوف یعنی اخلاق، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. و با یزید بستامی رحمت الله علیه گفت که تصوف عبارت از صفا و پاکیزگی قلب. این تعبیر است که نزد علمای منصف وجود دارد. بله. اختلافات هست، بیان میکنیم انشاءالله. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید جناب استاد. دوستای عزیز وقفه داریم، دوباره برمیگردیم و انشاءالله در ارتباط به انواع تصوف و تفاوت تصوف و عرفان صحبت هایی را میداشته باشیم. خوش آمدید بیننده های گرامی برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، و امروز در ارتباط به حقیقت تصوف صحبت های می داشته باشیم با همراه جناب استاد، استاد خلیل الرحمن سعید. جناب استاد، در ارتباط به انواع تصوف و همچنان اگر تفاوت میان تصوف و عرفان معلومات بدهید. تصوف به اعتبارات مختلف به گونه های متعدد تقسیم شده است. یکی به اعتبار سیر تاریخیش است، ما دو نوع تصوف داریم. یک تصوف، تصوف سلفی است. بله. که گفتیم اگر اونجا مراد از تصوف را تزکیه بگیریم. بله. من نمیخوام که بین برادرها یک شبهه پیدا شود. ما تصوف در اینجا منظر ما تزکیه است. بله. معادل تزکیه، یک بخش خاص. و طبعا هیچ کسی از اهل خرد و آگاهی بر سر نامها بحث نمی کند، زیرا نام هر چی بوده میتواند به شرطی که مخالف شرع نباشد. تصوف به معنای تزکیه ما دو صورت داریم، دو مرحله تاریخی داشته است. یکی مرحله تصوف سلفی است که در او بزرگان چون جعفر صادق سپهری گذشته است، عمر بن عبدالعزیز گذشته است، حسن بن علی گذشته است، خود سیدنا علی رضی الله عنه گذشته است، جمعی از اصحاب گذشته است، اصحاب اهل صفه که برایش گفته می شدن و یکی از علتهای نامگذاری تصوف به امی اصطلاح به خاطر اهل صفه بوده است. به خاطر امو اصحاب اهل صفه کسانی که بودن اینا جزی از امی مسلک بوده باشند، به این اساس این تصوف، تصوف سلفی است. بعد تصوف زهدی می آید که این مرحله تکامل تصوف است. در این بزرگان مثل جنید بغدادی نقش بازی می کند، ابوبکر کتانی نقش بازی می کند، امام غزالی، سهروردی، ابن عربی و مولانا و بزرگان دیگری که در این مسیر آمدند. این از حیث سیر تاریخی تقسیم می شود. از حیث مراحل چگونگی تعامل با میراث اسلامی، با معارف تزکیوی و زهد و احسان، تصوف به گونه های مختلف دیگر تقسیم می شود. یک تصوف، تصوف زهدی است، مبتنی بر دوری از مظاهر فریبنده دنیا، مبتنی بر کثرت اعمال، مبتنی بر عبادت زیاد، مبتنی بر دوری کردن از محرمات چون غیبت و تهمت و دروغ گفتن و زیاد گپ زدن و زیاد قیل و قال کردن. این در ادبیات مثلا بزرگان چون امام غزالی منعکس شده است، در احیا منعکس شده است، در کیمیا منعکس شده است. از او بلندتر که بریم در ادبیات امام عبدالقادر جیلانی، در فتح ربانی، در غنیه منعکس شده است، در کتابهایی که بزرگان نوشته کردند. یا شیخ الاسلام احمد سرحندی رحمت الله علیه از هند، این تصوف، تصوف زهدی است. بله. نوع دیگری هم داریم، تصوف فلسفی، که در تاریخ اسلام هم سابقه دارد و عمیق زیاد واکنش برانگیز شده است. بله. حسین بن منصور حلاج، ابن عربی، کم کم مولانا جلال الدین. بله. محمد بلخی، ابن فارز مصری، سهروردی، این بزرگانی هستند که در امی عرصه تصوف فلسفی کار کردن. بله. و دقیقا محل بحث اینجا است. بله. که یعنی اینا شخصیت هایی است که مورد منازعه و بحث هستند. نوع دیگری از تصوف هم داریم در میانی از اینها، یک تصوف ذوقی است. در این بزرگان چون جنید بغدادی نقش داشته است، بایزید بستامی خودش نقش داشته است. بله. این مبتنی بر یک سلسله از اصول دیگر است.
مسالک تصوف باز به 4-5 گونه دیگه تقسیم می شود. مثلا مسلک نقشبندی است، مسلک قادری است به امام عبدالقادر جیلانی، مسلک شاذلی است به ابوالحسن شاذلی، مسلک مولوی است به مولانا جلال الدین محمد بلخی. یعنی وقت داخل تصوف میرین شما با یک نگرش روبرو نیستین، نگرش مختلف، مکتب های مختلف، همچنانی که در علم فقه دارین. یعنی شما مذاهب متعددی در فقه داشتن، مذهب مالکی، شافعی، حنبلی، اهل حدیث، مذهب اوزایی، مذهب ثوری، مذهب طبری، مذاهب متعدد در تصوف هم مسالک و مذاهب متعدد است و هیچ آگاهی و هیچ اهل خرد نمیتواند با این میراث به یکسرگی مقابله کند که کل یا مردود یا کل مقبول. بله، و مواردی است که مقبول است. بله. خود بزرگان ما در تصوف موارد مقبول را گفتن و موارد مردود را بیان کردن. بله. یعنی وقتی شما به بزرگان چون سید احمد سرهندی رحمت الله علیه مراجعه میکنین، اونجا موارد مردود را بیان میکنند. بله. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب الکشف و البیان واضحا بیان میکند که چقدر از این موارد است، ادبیات بسیاری از صوفی ها ادبیات گمراه کن و اشتباه بوده است. یعنی خود بزرگان تصوف بیان کردن. در باب تفاوت میان اصطلاح عارف یا عرفان و تصوف، برخی ها گفتن یکی است. بله. و صوفی همان عارف است و عارف همان صوفی است و تصوف همان عرفان است. بله. برخی ها گفتن که نخیر، میان عرفان و تصوف یک اختلاف وجود دارد. بله. عرفان عبارت از شناخت است، شناخت الله متعال، شناخت حقیقت دین، شناخت احسان، بدون از اینکه عملا در این سلک بیعت کرده باشه یا نکرده باشه. زیرا در اصطلاح متصوفین خود یک بحث بسیار اساسی بیعت است. بله. شما با یک شیخ دست میتین و پیر میشود و شما مرید میشوین. بله. و این امکان ندارد تصوف بدون از این مسیر. بله. ارگاه انسان همین بزرگای دین هم همین گپ زدن، همین کسایی که شما نام بردی از بزرگان تصوف در باب بیعت. بله. در میان میراث تصوف بیعت یک اصل متفق علیه است، اما فرض نیست. کس نگه که بدون از امکان ندارد. ما میخواستم میره بگویم که هر مسلمان خیلی به این بیانه که شما کردید باید صوفی باشه. یعنی آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده بود که انت عبد الله که انک تراه فا این لم تکن تراه، یعنی هر کس اگر امی عمل انجام میده گویا که او صوفی هست. یعنی تزکیه کرده با امو چیزی که پیامبر علیه و سلم ارشاد فرمود عملی میکنه، بنان صوفی هست. و در بله به این تعبیر اگر عرفان و تصوف را یکی بگیریم، هر مسلمان باید صوفی باشه. و اگر از ما کسی پرسید که اخو پیر ندارم، ما میگیم پیرش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بله. و پیرش اصحابش است و پیرش علمایی است که در عصر ارشاد میکنند. بله. چون هیچ میدانی، هیچ عصری از بزرگان علم خالی نبوده. بله. و قرآن میگه فسألوا اهل الذکر. بله. و اهل الذکر یعنی اهل علم. بله. اما اگر تصوف و عرفان جدا بگیریم، بله، در اون تعبیر تصوف و عرفان اگر یکی باشد، بله، هر انسان مسلمان لازمان باید صوفی باشد. بله. یعنی اهل تزکیه و احسان باشد. اما اگر جدا بگیریم، بعد هر انسان مسلمان باید عارف باشد. بله. اهل تزکیه و احسان باشد، اما لازم نیست که به سلک تصوف به سیستم بیعت داخل شود. بله. در اینجا میان عرفان و تصوف یک فرق باریکی گذاشتن، فرق بیعت است، فرق. بله. رفتن عمیق در این سلک است. بله. و یکی در این سلک میرود یا نمیرود. باید از این غلط فهمی جدی جلوگیری صورت بگیرد که بیعت، هیچ عالمی از اهل تصوف نگفتند که بیعت فرض است یا رفتن با امام صوفی فرض است، بلکه مراجعه کردن به میراث تزکیه‌ای و میراث احسان و میراث تصوف لازم است. بله. و میراث یعنی ساختن خود، یعنی شناخت نفس، یعنی شناخت مراتب قلب و مسائل دیگری که. بله. علما گفتند. بسیار خوب. یعنی ای علمایی را که ما از امو چار طریق تصوف خیلی مشهور است فعلا در دنیای امروزی، اینا مطابق به یعنی امو مآخذ و چیزایی که یا میخواین استنباط بکنن چی چیزایی هست؟ باید فرق گذاشت میان اصالت تصوف و بزرگانی که در این چهار مسلک بزرگ تصوف بودند. حتما مرادتان چشتیه و قادریه و نقشبندیه و سهروردیه و اینا است، میان میراث اصیلشان و میان آنچه که امروز شیوع شده است. بله. آنچه که امروز شیوع شده است که متاسفانه هیچ مصدر و منبع ندارد. ما میخوایم که اما اصل و حقیقت از اینا اما اگر به اصلش بر بگردیم استاد مرادی یا به میراث اصیل تصوف بر بگردیم، میبینیم که بزرگانی مسالک شدیدن به قرآن و سنت
به آثار صحابه متمسک بودن. بله. مثلا بزرگ طریقه قادریه، امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، بسیار معروف است، میگوید که لو رعیت رجلا یطیر فی الهوای او یمشی علی الماء فلا تختر، هرگاه کسی را دیدی که در آب را میرفت و در هوا پرواز میکرد فریبی از او را نخورد. بله. تا چی وقتا؟ حتی تزن به موازین شرع. بله. تا وقتی که به موازین شریعت وزن بکن. بله. ای در کلام بزرگ امی طریقه است. بله. در مسلک نقشبندی خوب بزرگان ما، مثلا شما مکتوبات امام ربانی رو که ببین، این میراث کلن میراث شریعت است، یعنی برای ما واضح و مستقیم میگهد که غیر شریعت هیچ امکان ندارد که مسیر حق را انسان بپیماید. مثلا سید احمد رفاعی، مؤسس و بنیانگذار طریقه رفاعیه، واضح میگوید که اصل ما دو چیز است، قرآن و سنت، و اساس فهم ما بر اساس فهم سلف است، یعنی صحابه. بنابر میراث اصیل منبع تصوف امکان ندارد که جز قرآن و سنت باشد. خب متاسفانه میان او اصل و آنچه که امروز در ملت ها در میان مردم شایع شده است، تفاوت از کران به کران. آیا این تنها در این وقت است؟ نخیر، در همون وقت هم بوده است. مثلا امام غزالی در کتاب الکشف و البیان میگوید که مردم زیادی را میبینی که این سکه را به بازار تولید میکنن، عرضه میکنن، خب به کمشان اعتماد کن. بله. مجدد الفسانی در مکتوبات میگوید که دکانداران زیادی ساخته شده از برنامه تصوف، حالتشان را که دیدم دجالان عصر است. یعنی در تنها در عصر مانی، بلکه در عصر بزرگان علمم کسانی بودند، مزورینی بودند، متصوفینی بودند که اهل کار و کسب بودند. بله. نه اهل تقوا و صلاح بودند. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. دوست عزیز، باز هم وقفه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم و در ارتباط با تصوف مسیحی و تصوف هندی هم صحبت های می داشته باشیم. باز هم خوش آمدید بیننده های گرانقدر برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، و امروز هم در ارتباط به حقیقت تصوف صحبت هایی داریم. چون موضوع تصوف بعضی اوقات برای بعضی انسان ها گنگ است، نمی دانند که حقیقت در کجا پیدا بکنند، بنان ما خواستیم که یک برنامه خاص در این ارتباط صحبت های بگیریم و برنامه بگیریم، و امیدوار هستیم که تا آخر برنامه شما هم ما را دنبال بکنید. جناب استاد، در ارتباط با موضوع تصوف، آیا تصوف امیر روحانیت است؟ و اینکه چه فرق میان تصوف مسیحیت، تصوف هندی و همچنان دیگر تصوف های، اگر ما فکر بکنیم آیا و هم تصوف داشتن و دارند و فرقشان در ما بین زیاد چی است؟ اول در بحث روحانیت و تصوف که انشاءالله توضیح داده شود، میان تصوف و روحانیت حقیقتا بسیار تفاوت است. بله. همه این مواردی که میگیم ما علی القاعده میگویم. بله. یعنی به اعمال مردم کار نداریم. بله. ما علی القاعده میگویم که اساسا میان تصوف اسلامی و زهد در فرهنگ اسلامی و تزکیه و دوری گزیدن از مظاهر فریبنده دنیا و میان مفهوم روحانیتی که در عیسویت است و در هندویزم است، بسیار تفاوت وجود دارد. اما میانی او تصوف که یک شکل انحرافی است و میان تصوف اصیل اسلامی چه تفاوت وجود دارد؟ در تصوف اصیل اسلامی یعنی فعالیت و نشاط اصل است، تنبلی و دوری کردن از رکوت و دوری کردن از افراط، یعنی مسئله بسیار مهم است. ما تصوف منفعل نداریم، فعال داریم. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که بزرگان تصوف ما در عین حالی که صوفی بودند، ارتباطشان با خداوند بسیار قائم بوده. بله. روز مجاهد بودند، صلاح الدین ایوبی. بله. سلطان محمد فاتح، سلطان محمد قطز، قهرمان جنگ عین جالوت در برابر تاتارها. بله. صلاح الدین ایوبی قهرمان جنگ صلیبی ها، و سلطان محمد فاتح، فاتح بزرگ ترکیه امروزی. بله. یا استانبول. به می ترتیب عبدالقادر جیلانی، شما در مورد سیرت عبدالقادر جیلانی می خواهید که مجدد بالاتفاق است. بله. یعنی چی؟ روزی که مردم از دین بسیار دور شد و مظاهر فریبنده دنیا مشغول شد، عبدالقادر جیلانی علم جهاد را برداشت، مردم را نه تنها که ترک نکرد و به مغاره نرفت. بله. و به اصطلاح چوپانی اختیار نکرد، بلکه در میان مردم کار کرد و می گویند در مجالس بیش از 10,000 فرد اشتراک می کرد و میدید و صحبت می کرد.
شما از بزرگ تصوف صاحب مکتوبات سید احمد سرهندی در حین یک موج بزرگی از الهاد اکبر شاه به وجود آمد که موج الهاد یعنی بی سابقه بود و بدون هیچ گونه استثنایی، میبینید که یک بزرگی در این وقت علیه ازی قد علم میکنه و جهات میکنه که او امام سید احمد سرهندی است. تا اندازه شکنجه می شود که در کتاب ها میاد که به گردنش یعنی استخوان سگ را انداختن و بعد در کوچه های روان می کردن. آدمی عادی تر نشده است. فرزندش خواجه معصوم رحمت الله علیه در حال آدمی بزرگ و متصوف بوده است، زاهد بوده است. اینجا متصوف معادل صوفی، به اندازه انسان یعنی وارسته و پاکباز بوده است، اما علی ای حال بیشتر از 900 هزار انسان، نزدیک به 900 هزار انسان به دست خودش مسلمان شده است. یعنی دعوتگر بوده است. از این حیث ما وقتی میگیم تصوف اسلامی برعکس تمام روحانیتی که در ادیان دیگر وجود دارد یا در شرایع دیگری وجود دارد، یک تصوف فعال است نه منفعل، یک تصوف پویا است، یک تصوف متکامل است و نامش را میگذاریم عرفان، نامش را میگذاریم تزکیه. امی تعبیر شاید تعبیر بسیار خوب باشد که راجع به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می آوردند که روحبانا فی اللیل فرسانا فی النهار، اینا یعنی راهبان شب بودند، اسب سواران روز بودند. امی تعبیر را شاید بتانیم در مورد بزرگان این مکتب صدق بدانیم و ان شاء الله عزیز تعبیر صادق خواهد بود. بله بسیار خوب. یعنی امو نسبت میان یک صوفی یا تصوف و کسی که علم نداره چقدر میتونه میره نسبت از ایره صدق بتیمه که کسی که علم نداشته باشه آیا صوفی شده میتونه؟ اساسا خو علم در شریعت الله متعال به اندازه مهم است که قبل از هر مسئله، قبل از توحید علم است. فعلم یعنی بدان. بله. در مورد توحید الله متعال میگه یا در مورد مسائل مختلفی، حتی ما گفتیم که علم در میدان جنگ تأثیر میگذارد. الله متعال از فقه و علم به مراتب یاد کرده است. خلاصه کلامی است که ما هیچ عبادتی یا هیچ عملی در اسلام نداریم مگر اینکه مقدم بر او علم است و فهم است، حتی ایمان به خدا، حتی پذیرفتن دین شریعت الله متعال و هر عمل دیگری. در این باب خود دلایل به اندازه است که هیچ نیاز به صحبت و تبصره نخواهد بود. این به خاطر از این بود که بعضی اوقات مثلا من میبینم بعضی از کسایی که در تصوف مثلا بسیار علاقه دارن، اینا این فرق قائل میشن ما بین عالم و صوفی. میخوام به این نقطه اشاره شو استاد که بای. علم که چقدر مهم است گفتم محل اختلاف نیست، ولی علم در میدان تصوف بسیار مهم است. بله. اول نکته ای شود که انسان صوفی هرگز نباید بدون علم باشد. بله. زیرا بسیار زود گمراه می شود. یقینا. بسیار زود این را شیطان از راه می زند. بله. اگر انسان صوفی عالم نباشد یا حداقل اندوخته های علمی نداشته باشد، چیزی از این جور می شود که متاسفانه امروز در بسیار جاها می بینیم انحرافات معمولی که متوجه هستیم. خب اما اگر مرادی بوده باشد که هر عالم صوفی بوده باشد یا هر صوفی عالم بوده باشد، ما این رابطه را میپذیریم که هر صوفی باید عالم بوده باشد. بله. علی قدر وسع خود. بله. او صوفی که مرشد می باشد، پیر می باشد، انسان بزرگ می باشد، او خب باید علمش هم به مو اندازه وسع و بزرگ باشد. و صوفی که طالب می باشد، در طریقت یک شاگرد می باشد، علمش هم به اندازه خود که حلال و حرام را بفهمد. بله. جایز و ناجایز را بداند. اما اگر به این ترتیب بگیریم که هر عالم باید صوفی باشد، باید باشد، خب متاسفانه نیست. حقیقتا هر عالم باید اهل تزکیه باشد، اهل احسان باشد، اهل عرفان باشد و بدون از این ممکن نیست، یا بالمعنا یا بالمسما. یعنی بالمعنا به این معنا که ابن تیمیه رحمت الله علیه از ناقدین بسیاری از اندیشه های تصوف است. بله. ولی علما و صوفی زاهد میدانند، یعنی اهل تزکیه است. بله. باید باشد اهل تزکیه، ولی در بسیار موارد میبینیم که متاسفانه علما یعنی از این مسلک دور میروند و به میخاطر در دام ریا و شهرت و این مسائل میفتند. ما میگیم هر عالم مسلمان باید و لازما با معارف تزکیه و احسان و تصوف عمیقا خلط باشد و عمیقا عامل به اونها باشد. بله بسیار زیاد تشکر. این به خاطر از این بود که بعضی اوقات مثلا آدم میبینه کسایی که روی میارن به تصوف از اهل عوام، باز اینا میشینن و فتوا صادر میکنن درباره کسایی که مثلا عالم هستن ولی در
تصوف در باب تصوف نرفتن و از مثلا مرشد نیستن یا ای که خودشان دست کسی را نگرفتن که در مجالس تصوف اشتراک کرده باشند. بنان من میبینم که بعضی از مشکلات رخ میده و یا میآیند و درباره علما فیصله هایی را میکنن، خدای ناخواسته. ما امیدوار هستیم که همه کسایی که ما اهل دین و شریعت هستیم کوشش بکنیم که اول خود با علم و آموزینت علمی آراسته بسازیم. در غیر آن ممکن که ما فریب شیطان را بخوریم، خدای نخواسته در بین اهل علم ما یک کار اشتباهی را انجام بدیم. بعدم یک وقفه دوباره برمیگردیم. خوش آمدید دوستان نهایت عزیز. ما در ارتباط به حقیقت تصوف امروز بحث ما ادامه داشت و کسایی که جدیدن با ما پیوستن میتونن بعد از نشر این برنامه یک هفته بعد در یوتیوب چینل طلوع بحث ما را دنبال بکنن و همچنان تکرار برنامه که همه میدانن. میخوایم که در ارتباط به نقش میراث تصوف را در تکوین و ساختن شخصیت انسان مسلمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر نقش میتونه بازی بکنه در ساختن انسان مسلمان؟ در طول 1300 سال علما در این باب کار کردن، دانشمندان زیادی از میادین مختلف. بله. برای اینکه حقیقت انسان چیست؟ انسان خود تنها از پوست و گوشت و اینا ساخته نشده، بلکه بله. یک کالبد معنوی وجود دارد. بله. که ما بر او قلب میگوییم، نفس میگوییم، روح میگوییم، عقل میگوییم و به می ترتیب شیطان که در وجود انسان دخیل است. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که بخور بنی آدم در حرکت است، مجرا دم مثل جریان خون در حرکت است. از او هست شناختن از یک تخصص است. بله. نفس چی مراتب دارد؟ مراتب پنجگانه نفس یا مراتب سه‌گانه نفسی گفته می شود. قلب چگونه صورتها دارد؟ قلب مریض چیست؟ قلب مرده چیست؟ قلب بیمار چگونه است؟ قلب سالم چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد؟ بله. تماما اخلاقیات چگونه در انسان یعنی غرس می شود، چگونه انسان با اخلاق است. بله. چه ترتیبی می شود که یک فرد با وجودی که بسیار عالم و فهمیده است ولی از اخلاقیات و معنویات دور است. بله. همه از اینها به بحث‌های تخصصی و عمیق علمی نیاز داره، یعنی به پژوهش عمیق علمی نیاز داره. از این خاطر باور ما است که هیچ انسانی مسلمانی که طالب تعالی و تکامل است از میراث بزرگان تزکیه و عرفان یا تصوف و احسان بی نیاز نیست. در این میراث طبعا که کتاب های امام غزالی شامل است، در این میراث کتاب های مثلا کشف المحجوب امام حجویری شامل است، در این مکتوبات امام ربانی شامل است، در این کتاب های عبدالقادر جیلانی شامل است، در این کتاب های ابن عربی شامل است، در این ادبیات و ابیات حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی شامل است. یعنی انسان شناسی در مسلک تصوف اساس است، زیرا انسان محور قرار گرفته شده است و تأمین رابطه انسان با خالق. شما در فقه نمیافین، در کلام فقها هم پیدا نمیتوانید، در کلام محدثین هم پیدا نمیتوانید. چرا؟ اینا هر کدام با یک رشته خاصی از علوم سر و کار داشتن و با یک بخش خاصی از دین مراوده و ارتباط داشتن. این میراث بزرگان تصوف که ما معادلش را تزکیه و احسان میگیریم پیدا میشود. به این خاطر علما عنایتی بسیار زیاد داشتن. مثلا شما در افغانستان و در کشورهای فارسی زبان از بسیار مراحل طفولیت طفل را با میراث سعدی خو میکردن. بله. با گلستان و با سایر کتابهای سعدی رحمت الله علیه. چرا؟ این واقعا انسان را میسازد. بله. تکوین میدهد. یا به می ترتیب ادبیات مولانا جلال الدین محمد بلخی خو نقل مجالس شبانه زمستان ها می بود در افغانستان و در سرزمین های فارس. به می ترتیب در کشورهای عربی هم چیزهایی بود است، مثلا میراث ابن عطاءالله سکندری رحمت الله علیه، الحکمش که حکمت ها است، این به می ترتیب معمول بود است. و این انسان های بردبار، حلیم، صابر، با اخلاق را تربیه می کرد و به جامعه تولید می داد. متاسفانه از وقتی که این میراث از صحنه زده شده است و بسیار مردم عدم مخالفت را با میراث بلند کردن، دیده می شود که اینمی ارزش های جوهری از جامعه رخت بربسته است. همی ارزش های جوهری از میان مردم دور شده است. شناخت انسان
که مقدم بر شناخت الله متعال است. زیرا در روایت آمد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، شناخت خودی. و در قرآن کریم گفت که ما آیات خود در آفاق و انفس نشان جاسازی کردیم برای شناختن خالق. اینمی شناخت انفس در حقیقت در میراث متصوفین و بزرگان سلوک و تزکیه جاسازی شده است. هرگاه بخواهیم حقیقتا از خود شناخت پیدا بکنیم که بعد شناخت خدا بری مرتب می شود و شناخت معنویات بری مرتب می شود و تعالی و بلند رفتن و صفای روح بری مرتب می شود، این بدون همی میراث ارزشمند نیست. به عمل مردم کار نداریم، زیرا عمل مردم امکان دارد منحرف انحرافی باشد، مردم منحرف شوند. ما با کتاب‌های سر و کار داریم که نزد ما وجود دارد و مانده است و هر کدامش قابل دفاع است و آبرو است و حجت است برای جهان اسلام. در مورد بعضی از شخصیت‌های بزرگ تصوف اسلامی هم اگر نظرتان داشته باشیم، مثلا منصور حلاج و همین قسم ابن عربی، حافظ و مولانا و اینها، اگر خلاصه بگین که همین شخصیت ها و چهره هایی را که نام گرفتیم مثل منصور حلاج و ابن عربی و ابن فارس و مولانا و حافظ، اینا از بعد تصوف ذوقی است و قسمتی تصوف فلسفی که ابن عربی شاخص ترین چهره ایشان است. در میان میراث خود متصوفین هم بالای کلامی از اینها بحث است، یعنی بالای منصور حلاج خود بحثا بسیار زیاد است. بزرگان ما در تصوف بر او علم ملامتی کشیدن و گفتند که راز رفاش کرد و چنین و چنان، و بزرگان علم در شریعت بسیاری او را تکفیر کردند و گفتند این زندیق بوده، از حکم قتلش را دادند. از خاطر شخصیت منصور حلاج یک شخصیت جنجال برانگیز در میان خود متصوفین و در میان علما هست. اما در ارتباط به مولانا رحمت الله علیه، مولانا شخصیت متفق علیه میان اهل علم است. کتاب مثنوی معنوی و کتاب فیه ما فیه مولانا تا سالهای زیاد در قرن 10 و 11 جزء کتابهای عقیدتی نظام مدارس بود، یعنی هرگاه کسی میخواست مسلک بزرگان ماتریدیه را بخواند، کتاب مثنوی را پیش خود باز میکردند. امروز چنان شخصیتی که از این صادر شده است که حتی شراب رومی را جور کردند و حتی فقط رقص را در این میبینند و سما را میبینند، این چیز نبوده است، بلکه گنجینه علم و حکمت بوده است. در مورد ابن عربی، یعنی جنجال برانگیزترین شخصیت در تاریخ اسلام است ابن عربی. مرحوم ابن تیمیه رحمت الله علیه و ابن قیم و بزرگان زیادی گفتند که امی آدم زندیق بوده است، از دین بیرون بوده است، فتوا صادر کردند، صحبت کردند، هم خودش و هم شاگردش صدرالدین قونوی. ولی برخی از بزرگان علم در این طرف مثل امام سیوطی رحمت الله علیه دفاع کرده است و کتابهای نوشته کرده است، تنبیه الغبی فی دفاع یعنی ابن عربی کتاب نوشته کرده است و برخی یعنی نظریات ایجابی داده است. ابن عربی از جنجال برانگیزترین شخصیت های تصوفی که فلسفی موسوم شده است یا نام گذاشته است. اما مولانا و حافظ دو گوهر نازنین است در میان ما فارسی زبان ها در مجموع می حوزه تمدنی، که یعنی آبروی میراث معنوی جهان اسلام است و امروز همه به او احترام دارند. من میگویم بسیار ساده، اگر کسی بخواهد اصل تصوف را پیدا بکند به عنوان یک طالب العلم و به عنوان طالب تزکیه، به یک کتاب ها مراجعه نکند، برود به مکتوبات امام ربانی، برود به فتح ربانی از امام عبدالقادر جیلانی، به اینایی که فهمش آسان است، درکش ساده است و کلماتش واضح است. یعنی شما وقتی مکتوبات را میخوانید احساس میکنید تفسیر قرآن کریم را میخوانید، اینقدر مستند بر آیات و احادیث است. و کلام مولانا و کلام حافظ و کلام ابن عربی و کلام صدرالدین قونوی و کلام منصور حلاج و این آن را که بحث شطحیات میه، این را بگذاریم به متخصصین. اگر اونا تایید کرد فبها و نعمه، اگر تایید نکرد باز هم مختار هستیم که نظرشان را به عنوان یک نظر عالم و دانشمند بپذیریم یا به نظر عالم و دانشمندی دیگری بریم. مثلا اگر کسی ابن عربی را تکفیر میکند، ما باهاش بحث نداریم، زیرا بزرگان علم تکفیرش کردند. اگر کسی ابن عربی را ولی و دوست الله میداند، باهاش جنجال نداریم، زیرا بزرگان علم ابن عربی را ولی و دوست خدا گفتند، در هر دو سلک دانشمندانی هستند. اگر خلاصی کلام امی اردو شخصیت بسیار جنجال برانگیزی که منصور حلاج و ابن عربی است، نظریات خلاصی نظریات شده یک دقیقه از اردویشون چی بوده که این به این مشکل برخوردن؟ و از منصور حلاج خو حقیقتا ما میراث زیاد نداریم. اخبار حلاج یک کتاب تعبیر شده است و تألیف شده است به همت نیکلسون، یعنی ما زیاد اطلاعاتی در دسترس نداریم. میگوید منصور حلاج میگفت ان الحق،
ما حق استم. بعد یه حق بودن سه چهار تعبیر شد. یک تعبیری بود که در برابر گروه های جبریه زمان که انسان را محکوم میکرد و میگفت که انسان هیچ اختیار نداره. در برابر پادشاهان ستمگری صداره گفت و اعدام شد. برخی ها گفتن این حلولی بود و میگفت که الله متعال در ما حلول کرده است. برخی ها میگفت به تعبیر صوفیانه که جذب شده بود و در یک مراحل رفته بود که میان عزی و محبوب فاصله ای نمانده بود. یعنی در مورد منصور حلاج بس به اندازه فراوان است که فرصت شاید زیاد نشود. بله. بسیار زیاد تشکر جناب استاد از اینکه معلومات بسیار خوب در ارتباط دادید. دوستای عزیز باز هم میریم ناگزیر یک وقفه میگیریم و بخش اخیر برنامه ما همچنان باقی هست. در ارتباط با بعضی از انحرافاتی که امروز ترویج پیدا کرده در اهل در میان مردم انشالله صحبت ها را بعد از وقفه می داشته باشیم. در ارتباط با بعضی از انحرافات و مشکلاتی را که امروز دامنگیر ما هست در این بحث انشالله کوشش میکنیم که خلاصه از این مشکلات با جناب استاد به بحث بگیریم. در پایان اگر در مورد بعضی از انحرافات و مشکلاتی را که امروز دامنگیر جامعه ما شده و معایب و بعضی از چیزایی که میتونن مردم انتقاد میکنن بالای اهل تصوف و علم تصوفی را که امروز خدای نخواسته چقدر خوبی ها و زیبایی های تصوف شما بیان کردید، ولی بعضی از انحرافاتی هست که مردم میتونن به او انتقاد بکنن، چی چیزها را ما میتونیم شما روار بگوییم؟ یکی از بزرگان فکر و اندیشه در عصر ما میگفت که برای از اینکه یک عقیده و یک فکر و یک اندیشه را بدنام بکنی از او بد دفاع کن. متاسفانه در تاریخ اسلام وجود دارد، در تاریخ فقه وجود دارد، در تاریخ کلام وجود دارد. مردم های بودن که به خاطر عقیده خود دیگر را کشتن و از بین بردن. بله. و مسائل مختلفی که در درازنای تاریخ اسلام وجود داشته است. بله. تاریخ تصوف هم از این انحرافات خالی نیست. بله. من فکر میکنم بهترین و زیباترین جملات را امام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب الفقراء نقل کرده است و در اونجا بیان میکند که مردم در مورد تصوف دو دسته شدند، کسانی کلن رد کردند یعنی سیاه سیاه دیدند و کسانی کلن تایید کردند، سفید سفید دیدند. بلکه باید شناخته شود میراث متصوفین و میراث طبقه زهاد در جهان اسلام. به اندازه ای که ما از میراث علمی متصوفین دور میشیم، بازم تکرار میکنم متصوف به معنای صوفی، زیرا یک باور است که متصوف کسی است که صوفی نما است. بله. یعنی به دروغ و تزویر، من اینجا متصوف به معنای صوفی استفاده. بله. میکنم. به اندازه ای که از میراث صوفیان دور میشیم، از میراث علمی، میراث کتابی ایشان. بله. و میریم به دورانی که دیگه تقلید حاکم می شود. بله. دیگه خانش علمی نیست، دیگه مطالعه عمیق علمی در خانقاها نمی باشد. به این میزان ما متاسفانه دچار انحرافات می شیم. بله. زیرا علم می رود و جایش را جهل پر می کند. در تصوف اصل بر اساس احترام استاد و مرشد است، مثل که در علوم شرعی است. بله. اصل بر اساس احترام استاد و مرشد. بعدن این شکل بسیار افراطی شد و نوع صورت گرفت که یعنی گای گای حتی و پرستش و سجده و مسائل دیگری کشانیده شد. در تصوف گای گای ذوقیات بر انسان غالب می شود که انسان سر از پا نمی شناسد. بله. یعنی گای شاید چرخ بزند، شاید آلات و حوادث عجیبی ازش رخ بدهد، امکان دارد بیراده شود انسان و صورتهای وجود داشته است، اما متاسفانه ایک یک حالت ناخودآگاه بود امروز به رسم خودآگاه تبدیل شده است. بله. از این خاطر رقص است، موسیقی است، مصیبت ها است که بزرگان دین با او مبارزه کردند، دشمنی. بله. کردند، کتاب نوشته کردند، تألیف کردند. یعنی جدا از بحث مخالفین تصوف. بله. هرگاه کتاب بزرگان تصوف را در میدان بیاریم همه این اشکال انحرافی رد میکند. بله. انحراف در تصوف چیست؟ هر آن چیزی که مخالف کتاب الله و سنت رسول باشد بر اساس برداشت علما. بله. البته بر اساس مواجهه علما، زیرا یک چیز را من نگویم که مخالف کتاب خداست. بله. بلکه علما بگویند که این مخالف است و این موافق است. و این انحرافات در طول تاریخ متاسفانه متکثر شد، یکی بر بالای دیگر، یکی بر بالای دیگر، و تبدیل شد به یک قاعده ای که جای علم را گرفت و جای فهم را گرفت. بله. میخوایم بگویم چند خانقاه داریم در تمام افغانستان و در. بله. تمام جهان اسلام که در او کتاب‌های بزرگان دین درس داده می‌شود. بله. مثل که قبلا درس داده می‌شود. بله. هیچ شاید هم به اندازه انگشتان سر دست.
چند دانه خانقایی داریم که در او کتاب مثنوی مولانا جلال الدین از طرف یک عالم شرح داده می شود. گاهی گاهی شرح هم داده می شود، یعنی آدم نافهم برای یک تعدادی از نافهما شرح می دهد. بعدی بدتر از او هست به اندازه ای که میراث علمی گم می شود انحراف می آید. این انحراف اول در باب عقیده شروع می شود، در باب توحید الله متعال، در باب اعتقادات، در باب باورهای دینی شروع می شود، بعد در باب فقهیات و اعمال می آید. یک دفعه می گوید که دیگه از ما اعمال ساقط شده است، ما به خدا رسیدیم، دیگه عمل نمی کنم. آبی وضو بگیر که وضو بکنی، والا ما معذور هستم، ما رسیدیم الحمدلله. بله. در حالی که رسول صلی الله علیه و سلام درجات را طی کرده بود و ای تو صحبت را نکرد. و انسان با گفتنی گپ از روی عمد و بر اساس فهم خدای نخواسته درجهش بسیار تنزل میکند. بعد میبینی برعکس شروع میکند، با سرودن و موسیقی شروع میکند. این هر چه به طرف هند که میرویم این موج منحرفتر و انحرافیتر شده میرود. بله. یکی از عوامل انحراف در میراث بزرگان تصوف رحمت الله علیه به اصطلاح غبار فرهنگ های دیگری است. بله. مثل که ما تصوف هندی را رد کردیم. بله. و تصوف مسیحی را رد کردیم، تعامل زیاد مسلمانان مثلا در ترکیه با مسیحی ها و در پاکستان و هند با هندوها سبب شد که غباری از او تصوف بر میراث اصیل اسلامی بیفتد و بسیاری از برداشت ها را به انحراف ببرد. و الا تصوف حقیقتا یک مبارزه بسیار بزرگ سرشار از معنویت بوده است. من در میاسر خود چند بزرگواری را نام میبرم که با وجودی که عارف بودند ولی سبب تحول در جهان اسلام شدند. شما در برابر یک ترکیه لایقی که انسان ها به جرم نماز و حجاب و ریش و آزادی های شخصی ایمانی بندی میشوند و کشته میشوند، دوران اتاتورک قصه میکنم، شما بزرگمردی از میدان عرفان دارین بدیع الزمان نورسی رحمت الله علیه. بله. که علم مجاهدت را بلند میکند در برابر استعمار فرانسه در الجزایر. امیر عبدالقادر دارین که بله. بزرگ تصوف است. عبدالحمید ابن بادیس دارین که بزرگ تصوف است. آل سنوسی در افریقا دارن، مؤسس حرکت یک حرکت بزرگی دعوتی در جهان اسلام امام حسن البنا است که مرد بقایت عارف است و حکیم است. ازهر شریف مدرسه بزرگ و مرجع بزرگ علمی در جهان اسلام، همه ایشان به تصوف احترام دارد. شیخ احمد طیب، شیخ عبدالحلیم محمود، شیخ شلتوت، بزرگان دیگری که در اونجا است. مدرسه دیوبند در جهان اسلام در شرق، شما میفهمید که بر اساس امی اندیشه ساخته شده است، از علامه طحانوی رحمت الله علیه تا بزرگانی که امروز مانده است، علامه شفیع عثمانی، رفیع عثمانی، تقی عثمانی، ناتوی، بزرگان دیگری که در این مسلک بودن حی و حاضر هستند، همه از اینا رادمردان میدان سلوک بودند. جماعت تبلیغ و دعوه که در هند رشد کرد و در کشورهای ما آمد و خدمات ارائه کردند، اساسا میراث تصوف. بله. یعنی اینها را وادار میکنه به خروج در راه الله، به خروج در راه الله و دعوت کردن مردم. اگر تصوف را من حیث اصل دینی از منابع اصیلش ببینیم، چیزی بسیار پاک و صاف میبینیم. بله. ولی اگر من حیث عملی یک تعدادی از منتسبین ببینیم، متاسفانه چیزی میبینیم که در بس موارد باعث بدنام شدن اسلام میشود. بله. ایمان را بدنام میکند متاسفانه. بسیار زیاد تشکر جناب سعید صاحب که به برنامه آمدید و توضیحات بسیار خوب در ارتباط به حقیقت تصوف دادید. لطف کردن سب تصوف الله خیلی از شما هم تشکر جهان. ممنونتان. مزنی باشید. دوستان عزیز، داشته های برنامه ما هم به می اندازه بود. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپاریم. الله یار و نگهدارتان.